طرف نماز نمیخوانه به مجرد چند نفر دید میگه باش بخوانم که نگوین به اسطلاح دمی بی نماز است یا برعکسش بگوین چقدر آدم نماز است چنان طرف سرعتی در این خواندن نماز داره که نمیفهمه اصلا چی میخوانه و آنقدر به سرعت میخواهد خودش از این کار خلاص بکند چرا؟ نمیخواهد بیشتر در محضر خداوند و در پیشگاه الله تبارک و تعالی عبادت کنیم ما از هر کسی که می ترسیم از او فرار می کنیم جز الله تبارک و تعالی که وقتی از او ترس داشته باشی مطیع و فرمان بردارش باشی به سویش فرار می به طرف خودش می اصلا روزی که نمازش قضا بشه ناراحته چرا نماز صبح قضاشه؟ و رسول صلی الله علیه وسلم در حدیث می سنگینترینی سنگین ترینی نمازها بر انسان منافق دو نماز یک خفتن یکی نماز صبح خیلی برش تقیل <تصفح> 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 یکی از جمله امراض بسیار خطرناکی که قرآن هم او را به عنوان یک مرض بزرگ معرفی کرده مرض نفاق هست یا به تعبیری دیگر منافقت هست متاسفانه متاسفانه در جامعه اسلامی وقتی نظر به اعلامات به و یا نشانه ها و ویژگی هایی را که خداوند در قرآن برای انسان های منافق معرفی کرده و پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم در حدیث معرفی کرده تعداد کثیری از انسان ها را میبینی که این ویژگی ها و این نشانه ها در وجود اونها موجود است متاسفانه و وقتی شما در قرآن نگاه میکنید تنها پنج ویژگی انسان های منافق فقط در نمازشان معرفی شده یعنی به این معنا که انسان منافق نماز میخواند در صف مسلمان ها هست در بین مسلمان ها هست اما اوصاف و ویژگی هایی که خداوند معرفی کرده انسان وقت متوجه میشه میداند که ای طرف به مرض نفاق و منافقت گرفتار است متاسفانه حالا یعنی بیاین ببینیم با هم که ویژگی و یا نشان های انسان منافق در نماز چیست یعنی تنها و تنها الله تبارک و تعالی در آیات قرآن پنج ویژگی و اوصاف انسان منافق در نماز خواندنش بیان کرده شوید سال پدید بیایه که عجیب است یعنی هرف نماز میخواند ولی منافق است یعنی نماز یک منافق این ویژگی ها رو داره شما بیاید ببینید این پنج تا ویژگی که در نماز انسان منافق است چی است اولش الله سبحانه و تعالی میفرماید و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا انسان منافق یعنی کسی که خصلتی از نفاق در وجودش است او یا منافق هست هنگامی که برای نماز بلند شود بسیار بسیار به سستی به کسالت حرکت می یعنی به طرف هر کاری دیگری بسیار با نشاط با سرور به شادمانی اما نماز به کسالت و تنبلی الله تبارک و تعالی از همه ما و شما دور بگردانی صفت گاه وقت انسان متوجه میشه در فامیل، در بازار، در محیط و دیار خود، در بین رفقا، همسایه ها به سراحت میبیند این خسلت و ایزا قامو الى صلاة هنگامی که برای نماز بلند میشه قامو کسالا، بسیار به کسالت و تنبلی حرکت میکنه و برعکسش انسان مؤمن واقعی وقت نماز برسه به نشاط، به سرور به طرف نماز حرکت میکنه این یکی از ویژگی های و منافق در برابر نماز هست که الله در قرآن رو بیان کرد این یک دومش نماز همیشه تاخیر میکنن در وقتش نمیخوان الذين هم عن صلاتهم صاهون کسایی که از نمازشان غفلت میکنن و نماز تاخیر میکنن عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه سوال شد بهترین عبادات محبوب ترین عبادات افضل عبادات کدام است یا رسول الله پیامبر صلی الله علیه فرمود نماز در وقتش است ولی انسان منافق نماز را همیشه تاخیر میکند این کاله یک کسی مثلا کاری داره ضرورتی داره در جایی گرفتار هست بنابر عذر نمازش تاخیر میشه طرف حتما یک دلیل یک عذر داره ولی یک کسی که هیچ عذری نداره مصروفیت و مشغولیتی نداره دلیلی نداره و کارش یک بار و دو بار و ده بار نیست برای همیشه نمازش تأخیر میکند این نشانه نفاق در نماز خواندن است یا انسان منافق در نماز خواندن الله در نص سری قرآن الذین هم عن صلاتهم ساهون دومین ویژگی انسان منافق در نماز یا دومین صفت نماز منافق تأخیر در نماز است پس کوشش کنید نمازتان همیشه سر وقتش ادا بکنید تا از این خصلت منافق دور باشید و نماز همیشه وقتی که وقت فرصت نماز رسید به کسالت و تنبلی نه بسیار به جدیت و قاطعیت به طرف نماز حرکت کنید تا این خصلت نفاق از شما دور بشه سفومین ویژگی نماز منافق یا خسلت منافق در نماز ریاکاری هست الَّذِينَ هم که ریاکاری میکنن. یا مثلا در ادامه آیت دیگه هم الله تبارک و تعالی می فرماید و قامو الى السلاة الناس برای نشان دادن مردم کار انجام میدن ریا یعنی به این معنا که عملی که باید به خاطر خدا انجام بشه شما او را به خاطر بنده خدا انجام میدید یا از معرادی انجامی او را نداری به مجرد کسی را دیدی اقدام میکنی برای انجام دادن او یعنی ریاکاری تظاهرگری طرف نماز نمیخوانه و مجرد چند نفر دید میگه باش بخوانم که نگوین به اصطلاح بی نماز است یا برعکسش بگوین چقدر آدم نماز است کوشش میکنه خودنمایی بکنه برای مردم نشان بده ایبادتی و این ریا و خودنمایی تنها فقط او را الله میدانه به انسان خودش میتانه چرا؟ انسان به نفسش نسبت به همه کس آشناتر و معرفتی بیشتر داره خودش بهتر میشناسه این سومین ویژگی نماز منافقان و یا خصلتی از خسلت های منافق در نماز خواندن است ریاکاری اولش کسالت در خواندن نماز دومش تأخیر در وقت نماز سومش ریاکاری و نشان دادن برای دیگران این نمازهای ریایی است یا اعمال ریایی در مجموع می توانیم به اصطلاح یاد بکن چهارمش خدا را بسیار اندک یاد میکنن ولا یذکرون الله الا قلیلا عجله در نماز شتاب در خواندن نماز اندک یاد کردن خداوند در نمازش چنان طرف سرعتی در این خواندن نماز داره که نمیفهمه اصلا چی میخوانه چی میگوید در نماز نه قیامش مشخصه نه معلومه نه سجدهش معلومه نه تسبیحاتی که در جریان نماز باید تکرار کند نه برش معلومه که چی گفت چند بار گفت یعنی آنقدر به عجله میخواند و آنقدر به سرعت میخواد خودش از این کار خلاص بکند چرا نمیخواهد بیشتر در محضر خداوند در پیشگاه الله تبارک و تعالی عبادت کنند و لا یذکرون الله الا قلیلا خدا را یاد نمی کنن بسیار اندک نماز ذکره قرآن ذکره اینا نحن نزلنا ذکر در باب قرآن خداوند میگه ما ذکر را شما نازل کردیم در باب نماز اقیم الصلاة لی ذکر به خاطر یاد خدا نماز برگزار میکن ذکر است نماز یاد خداست ولی منافقان ولا یذکرون الله الا قلیلا خدا را یاد نمی کنن مگر بسیار اندک و بخصوص در نماز که باید طولانی تر باشه بیشتر خدا را یاد بکنن آیات بیشتری تلاوت کنه تسبیحات بیشتری بگه ارکان نماز به شکل بهتری رعایت بکنه و نمازش آرامتر بخوانه منظمتر بخانه ولی طرف خیلی به سرعت و شما یه نو رو خیلی زیاد میبینین در جامعه و در وطن ما باور کنید طرف بلند میشه میگه من ده راکت نماز میخوانم سنت و فرض در وقت پیشین ده راکتش پنج دقیقه را طول نمیکش اگر طرف به شکل منظم سوره حمد یعنی فاتحه را بخواند به بعدش یک سوره دیگر را بخواند بعد تسبيحاتي كدر نماز اس بشكل منظم سبحان ربي العظيم وبحمدي يا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى وبحمدي يا سبحان ربي الاعلى تنها اگر بگوید يا دعاهایی که در بین دو سجده در وقت بلند شدن از رکوع آمده اینها رو تکرار بکنه به شکلی اصلا اگر دعاهای مسنونه را هم نخواند تنها فقط اگر سوری فاتحه را با چند آیات منظم بخواند و رکوع و سجدهش درست انجام بدهد قیام و قعده و قرائتش منظم انجام بدهد عجله نکند به سرعت نخواند خیلی زیاد این خودش در حقیقت ذکر طولانی است یعنی از این صفت تبرعه می شود ولیکن بسیار متاسفانه گرفتار خدا شاهد شما در بسیار جا اگر بروید ببینید نماز خواندن نه رکوع معلوم است نه قیام معلوم است نه قدم معلوم است نه به اصطلاح سجده ایش اما تو کرده روان است چنان به سرعت به عجله که طرف در حال فرار باشه در حالی که خداوند در نص سری قرآن میگه ففیر رو الله به سوی خدا باید فرار بکنید طرف از خدا فرار میکنند ما از هر کسی که میترسیم از او فرار میکنیم جز الله تبارک و تعالی که وقتی از او ترس داشته باشی مطیع فرمانبردارش باشی به سویش فرار می کن. به طرف خودش میری چون بهترین پناهگاه و جای اطمینان و امنیت و آرامش بازگشت به سوی خداوند است بنابراین ای چهارمین صفت نماز منافقانه یا خصلت منافق در نماز است و پنجمش الله سبحانه و تعالی می فرماید استعین و بالصبر و الصلاة و انها الا على الخاشعین این نماز صبر خیلی سنگینه خیلی وزمینه سقیله خیلی عظمت داره اجر و پاداش داره عبادت بسیار بزرگ است الا علل خاشین مگر بر انسان هایی که مطیع الله فرمان بردار است یعنی مراد اینجا است که نماز بر منافق سنگین تمام میشه سقیل تمام میشه یکی دیگر از خصلت های انسان منافق و صفاتی نماز منافق این است که نماز چنان برش سقیل و سنگین تمام میشه که فکر میکنی کل دنیا را ازش خواستی یا کوها بر بالای شانش گذاشته شد به همون خاطر شما اگر دقت بکنید طرف روزانه هشت ساعت کار میکنه نمیگه خسته شد یک و ساعت میره میدوه دوش میکنه ورزش میکنه وزنه های بسیار سقیل پایین بالا میکنه کارهای بسیار شاقر انجام میده ولی برش سنگین تمام نمیشه بلند شدن به نماز صبح چنان برش سقیل تمام میشه که هیچ پرسان نکن چرا؟ الله میگه انها لکبیرتون خیلی نماز سقیل سنگینه بر انسانی که در خصلت نفاق باشه الا علی الخاشین مگر بر انسانهای متواضع فروتن مؤمن فرمان بردار خیلی آسان الله در سایه رحمتش داشته باشه همه پدران به مادران عزیز شما بسیار والدین ببینید چقدر راحت به نماز صبح بلند میشه اصلا روزی که نمازش قضا بشه ناراحته چرا نماز صبح قضا و رسول صلی الله علیه وسلم در حدیث می سنگینترینی نمازها بر انسان منافق دو نماز یک خفتن یکی نماز صبح خیلی برش تقیل تمام میشه بنان خواهران عزیزم برادران عزیز و دوست ما کوشش کنید خصلت ها در وجود ما نباشه اولا که امیدوار هستم نباشه در وجودتان اگر هست او را از خود دور بساز وقت دارید فرصت دارید این پنج تا خصلت منافقین خداوند تنها فقط در نماز بیان یه شما پنج ویژگی نماز انسان منافق وقتی ببینید میشناسه که طرف از نمازش معلومه که درش نفاق است در این مرض گرفتار است و این مرض معمولی نیست الله سبحانه و تعالی در قرآن می فی قلوبه مرض اینا با یک ای مرض خیلی خطرناکی گرفتارن و ای مرز مرز چیست؟ این مرض مرض چی است؟ نفاق است بنابراین این پنج صفت صفت منافق در نمازش است یا اوصاف نماز انسان منافق است اولش و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا وقتی به نماز بلند میشه بسیار به کسالت و تنبلی دومش الذين هم عن صلاتهم ساهون نمازش تاخیر میکنه از نماز غافله سومش ریاکاری است در نماز الذين هم یوراون کسانی که ریا میکنن خاطر نشان دادن مردم و آیت دیگر الله تبارک و تعالی میفرماد یراؤون الناس برای مردم نشان میدن نمازش از مراده خواندن نماز ندارم یک چهار نفر دید میگه باش بخونم که نگن بین یا در جای نماز تو که نگن بی نماز است چارونش ولا یذکرون الله الا قلیلا خدا رو بسیار اندک یاد میکنن یکی از عباداتی که خدا خیلی در او زیاد یاد میشه نماز است و زیاد هم تکرار میشه در شبان روز ولیکن منافق خیلی کم یاد میکنن اول نماز نمیخونه تو مگر نماز میخونه خیلی به عجله و سرعت و طوری میخونه که نفهمیده چی خانده و بسیار کوتاه مختصر میکنه و پنجمش سقیلی نماز وزن نماز است بر منافق بالصبر والصلاة و استعینو به صبر و و اینها الا علی الخاشین این نماز صبر خیلی سفیل سنگینه بر انسان منافق مگر بر انسان متوضع و متی و الهی خیلی راحت خیلی واسانه اینجا میشه به خاطر رسول الله صلی الله گفت که سقیل ترین عبادات بر انسان منافق نماز خوفتن و نماز صبح الله تبارک و تعالی همه ما و شما را از ها و از دور داشته باشه و توفیق عبادت به بندگی نهد بفرماید موفق و مایت باشین دوستتان دارم الله حافظ نصرت.